سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز چهارشنبه 28 اسفند ماه مراسم جشن چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف ایران برگزار شد خبرگزاری ایسنا تصاویری از روشن کردن آتش و پریدن از روی آن را در گوشه و کنار شهر تهران منتشر کرده است همزمان خبرگزاری های ایران به نقل از مسئولان اورژانس تهران گزارش دادند که بر اثر پرتاب شیعی به داخل آتش یک پسر بچه 8 ساله جان خود را از دست داده و بیش از 140 نفر هم در نقاط مختلف شهر صدمه دیدند که ادهی از آنها برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. حسین ساجدینی یا فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از بازداشت 15 نفر که هنجار شکن توصیف شدند خبر داده و گفته است این عده تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت پلیس میمانند چند روز پیش از مراسم برگزاری چهارشنبه سوری آیت الله جوادی آملی مراسم چهارشنبه سوری را یک سنت پوچ و خلاف شرع توصیف کرده بود با تمام محدودیت ها اما امسال نیز ایرانیان با برپایی آتش به استقبال نوروز رفتند و دور از چشم معموران انتظامی تا پاسی از شب به رقص و پایکوبی پرداختند. سایت ملی مذهبی از اختلاف میان حسن روحانی و علی خامنه ای درباره سفر محمد خاتمی برای شرکت در مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا خبر داده است. به نوشته این وبسایت در یک دیدار علی خامنه ای از رئیس دولت گلایه می کند که وی نباید از ضرورت سفر محمد خاتمی برای تشییع و خاکسپاری نلسون ماندلا سخن می گفت. اما حسن روحانی به خامنه ای گفته به نفع نظام است که محمد خاتمی به این سفر می رفت. در روزهای اخیر محمد خاتمی در گفتگو با رسانه ها گفته بود آقای روحانی از من خواستند به نمایندگی از دولت و کشور برای شرکت در مراسم خاکسپاری ماندلا بروم و من هم قبول کردم ولی نشد علت آن را باید از آنها پرسید که نگذاشتند از این فرصت تاریخی به نفع انقلاب و کشور استفاده شود عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نسبت به احتمال آزادی مرزبانان ربوده شده ای ایرانی ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رحمانی فضلی گفته است تمامی فعالیت های لازم برای آزادی این پنج تن صورت گرفته است. در این حال محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با وبسایت جوان آنلاین گفته است تا کنون گزارش مشخصی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه نشده است. سرنوشت پنج تن از مرزبانان ایرانی که 19 بهمن ما توسط گروه جیش در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان رو شدند هنوز مشخص نیست. با این حال فرمانده مرزبانی ایران 26 اسفند ماه تایید کرد که طبق آخرین اخبار این مرزبانان در سلامت کامل هستند. گروه جشن و خواهان آزادی تعدادی از اعضای زندانی خود و تعدادی از زندانیان سنی مذهب از زندانهای ایران و سوریه در ازای آزادی سربازان ایرانی است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در پایان روز نخست مذاکرات هسته ایران با کشورهای پنج به علاوه یک این مذاکرات را خوب توصیف کرد. این دور از مذاکرات به دلیل همزمانی آن با نوروز یک روز زودتر یعنی امروز پایان می‌یابد. آقای عراقچی گفته است دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 هم تا 20 فروردین ماه سال 93 و احتمالا در شهر وین برگزار خواهد شد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده یه هسته ای ایران پس از سه دور مذاکره با شش قدرت جهانی فضای مذاکرات را خوب و جدی توصیف کرد و گفت در این سه روز سه مورد از سوی طرفین بررسی شد به گزارش خبرگزاری مهر عباس اراقچی در جمع خبرنگاران در وین گفت فضای مذاکرات خوب و جدی بود و بحث ها خیلی سریح و رک و در عین حال در فضایی سالم مطرح شد دو طرف دیدگاه های خود را مطرح کردند هنوز زود است که بگوییم مذاکرات سازنده بود ولی قطعا مفید است معاون وزیر خارجه با اظهار اینکه سه مورد از سوی طرفین بررسی شد توضیح داد در یک جلسه بحث تحریم ها، یک جلسه ابعاد قنیسازی و یک جلسه همکاری های سلحامیز با ایران بررسی شد و یک جلسه دیگر هم فردا صبح درباره موضوع عراک و رفع مسئله آبسنگین عراک خواهیم داشت. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی در ادامه هم گفت که محمد جواد ظریف در دیداری دو جانبه به کاترینشتون توضیح داده که سفر او به تهران تا چه حد میتواند بر اعتماد مردم به شیوه رفتار کشورهای اروپایی و پیشرفت مذاکرات تأثیر بگذارد. دیدار کاتینشتون با نرگس محمدی فعال زن و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی اعتراض شدید اصولگرایان را به دنبال داشت. در همین راستا محمد جواد ظریف در اعتراض به دیدار اشتون با فعالان مدنی زن در ایران زیافت شام دوشنبه شب خود با خانم اشتون را لغو کرد. اراقچی در ادامه هم گفت که دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 هم تا 20 فروردین ماه سال 1393 و احتمالا در شهر وین برگزار خواهد شد. گفتنیست دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک همچنین با مذاکرات دو جانبه ها از جمله ایران و آمریکا برگزار شد. مذاکرات با دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و سپس هیات های دو طرف به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مذاکرات را تا سهشنبه شب ادامه دادند در همین حال مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مذاکرات را سازنده و مفید توصیف کرد اما در خبری دیگر 83 تن از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در نامه به باراک اوباما از او خواستند تا از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند به گزارش رویترز امضا کنندگان نوشتند به اعتقاد آنها هر نوع توافق نهایی باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران هرگز از مسیر غنیسازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست یابد امضا همچنین گفتند پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای حق مسلمی برای غنیسازی اورانیوم در ایران را به رسمیت نمیشناسد آنها افزودند که همچنین نباید به ایران امکان داد تا در طی توافق موقت شش ماه تحریم ها را دور بزند رابرت منندز سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه مبتکران این نامه بودند به گفته محمد جواد ظریف مسائل مربوط به قنیسازی اورانیوم ریاکتور آبسنگین عراق همکاری در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای و رفع تحریم ها در این مذاکرات دو روزه مورد بحث قرار می گیرد. در همین حال خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که قرار است دو طرف امروز چهارشنبه درباره ریاکتور آبسنگین عراق گفتگو کنند. گفتنیست این دور از گفتگوها تحت شعاع بحران اوکراین و واکنش ایران به دیدار کاترین با فعالان زن در تهران در فضای متفاوت انجام گرفت. سود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنان گفته است بحران در شورای همکاری خلیج فارس تنها با تغییر سیاست قطر پایان خواهد یافت. وزیر امور خارجه عربستان همچنین وجود هرگونه گونه میانجیگری برای حل اختلاف ها در شورای همکاری خلیج فارس از جمله از سوی آمریکا را رد کرد. شورای همکاری خلیج فارس اکنون با بی سابقه ترین بحران از زمان تأسیسش روبرو است. حدود دو هفته پیش سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سفرای خود را از قطر فراخواندند. این سه کشور قطر را به دخالت در امور داخلی خود و همچنین قرار دادن امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در معرض خطر متهم می کنند. قطر یکی از برجسته ترین حامیان گروه اخوان المسلمین مصر و شماری دیگر از گروه های تونرو و وابسته به نزدیکان آن در کشورهای عربی به شمار می روید. نرپه تشدید حمله به گشتی های اسرائیل در مرز سوریه نخست وزیر اسرائیل گفت به این حملات با قدرت تمام پاسخ داده خواهد شد. در حمله به یک خودروی گشتی ارتش اسرائیل در ارتفاعات جولان چهار سرباز این کشور مجروح شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند ساعت بعد از این حادثه گفت در مرز سوریه عناصری از جهاد و حزب الله لانه کردند که چالشی برای امنیت اسرائیل است. ارتفاعات جولان متعلق به سوریه است ولی از سال 1967 به اشغال اسرائیل در آمده. این ارتفاعات از زمان بروز بحران داخلی در سوریه کماکان ناآرام است. خبرگزاری رویترز گزارش داد خانواده های مسافران چینی هواپیمای مفقود شده مالزی تهدید کردند که در صورت عدم دریافت اطلاعات بیشتر از سوی مقام های مالزیایی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. مقامات مالزیایی متهم شدند که در افشای اطلاعات در این زمینه کوتاهی کردند و در رابطه با مدیریت بحران بسیار ضعیف و ناکارا عمل کردند. رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، نیویورک تایمز و واشنگتن پست در روزهای اخیر و با افزایش سردرگمی مالزی در این پرونده از عدم پذیرش پیشنهاد پلیس فدرال آمریکا FBI از سوی مالزی انتقاد کردند در همین راستا دولت چین هم گفته است که با استفاده از 21 ماهواره خود تلاش می کند نشانی از هواپیمای گمشده مالزیایی و 239 سرنشین آن پیدا کند همچنین سفیر چین در مالزی تاکید کرده که هیچ مدرکی مبنی بر هواپیما یا حمله تروریستی به بوینگ 777 وجود ندارد. جنرال اسیسی رئیس ارتش مصر ششتن از فرماندهان عملیاتی نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد. به گفته ناظران سیاسی این تغییرات در ترکیب فرماندهان ارتش می تواند در ارتباط با افزایش حملات مسلحانه گروه های تندروی اسلامی باشد آقای اسیسی هنوز نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر به طور رسمی اعلام نکرده است جنرال عبدالفتاح اسیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر دست به تعویز چندین ژنرال ارتش زده است در میان جنرال های برکنار شده نام فرمانده نیروهای نظامی مصر در شبه جزیره سینا نیز مشاهده می شود. بنابر گزارش روزنامه الاهرام ژنرال احمد وصفی فرمانده نیروی نظامی مصر در شبه جزیره سینا به علت ناتوانی در مقابل با فعالیت های اسلامگرایان در این منطقه از مقام خود برکنار شده است. به گفته مقامات امنیتی مصر در شبه جزیره سینا گروههایی از اسلامگرایان فعالیت می کنند که نزدیکی های آشکاری با القاعده دارند. تا کنون ده ها سرباز مصر در درگیری های مسلحانه در این شبه جزیره توسط شورشیان اسلامگرا کشته شدند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که سرلشکر محمد الشحات فرمانده عملیاتی ارتش مصر جانشین سرلشکر وصفی شده است. خبرگزاری های داخلی مصر نیز گزارش دادند که پنج فرمانده عملیاتی در مناطق جنوبی مصر نیز تعویض شدند. به گفته ناظران سیاسی این تغییرات در ترکیب فرماندهان ارتش در ارتباط با افزایش حملات مسلحانه گروه های تندروی اسلامی می باشد. جنرال اسیسی فرمانده ارتش مصر و وزیر دفاع آن کشور کسی است که با بالا گرفتن اعتراض های گسترده به دولت محمد مرسی در پشتیبانی از مردم اقدام به سرنگونی محمد مرسی در سال گذشته میلادی کرد. ژنرال عبدالفتاح حسیسی تا کنون کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر را به طور رسمی اعلام نکرده اما پیش بینی می شود او در انتخابات حضور یابد. بنابر اعلام وزارت کشور دولت انتقالی مصر انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه آوریل برگزار خواهد شد. در رویداد دیگر مرتبط با مصر، ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا که وابسته به اخوان المسلمین است گفت که نیروهای امنیتی مصر به مقر حزب استقلال که قرار بود کنفرانس خبری این ائتلاف در آن برگزار شود حمله کردند. به گزارش رویترز، این ائتلاف در صفحه رسمی خود در سایت اجتماعی فیسبوک نوشت پس از یورش نیروهای امنیتی به مقر حزب استقلال و ممانعت از ورود خبرنگاران و شرکت کنندگان در کنفرانس خبری این کنفرانس لغو شد به گفته این اطلاف خودروهای پلیس مصر اطراف مقر حزب استقلال را احاطه کردند مقابله نیروهای نظامی با طرفداران اخوان المسلمین از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در ژوئیه 2013 تا کنون شدت بیشتری یافته است بنا به تخمین سازمان عفو بین الملل از زمان برکناری مرسی تا کنون دست کم 1400 نفر در مصر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند. نبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از محمود نباویان نماینده محافظ کار مجلس و نزدیک به محمد تقیه مصباح یزدی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. آقای نبویان گفته در حال حاضر منتقدین توافقنامه ژنو و دولت حسن روحانی به شدت تحت فشار هستند و این شکایت نشان میدهد که این افراد اصلا اعتقادی به آزادی بیان ندارند محمود نبویان در ماههای اخیر انتقادهای تندی از توافقنامه ژنو کرده و محتوای برخی مذاکرات مقامهای دولتی با نمایندگان مجلس را در سخنرانیهای خود فاش کرده است پرویز تناولی مجسم ساز ایرانی گفته است که علیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل مصادره مجسمه های خود و شیوه جابجایی آنها به قوه قضایی شکایت کرده است. در همین حال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفته با هدف سیانت از بیت المال اقدام به انتقال 11 مجسمه پرویز تناولی کرده است و این آثار به عنوان حافظ معتبر به امانت سپرده شده است. تا حکم قطعی دادگاه در این مورد صادر شود. ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز یکشنبه با حکم قضایی وارد خانه پرویز تناولی شدند و یازده مجسمه او را که بر سر ملکیت آن اختلاف وجود دارد از آنجا خارج کردند. ویدیویی که از این اقدام تهیه شده است نشان می‌دهد در حین جابجایی به, به برخی از این آثار خساراتی وارد شده است. چون که یکی از آنها از تناب و رها می شود و به زمین می افتد. پرویز تنابولی، هنرمند مجسم ساز ایرانی و خالق مجموعه هیچ و دیوارهای پرسپولیس و رکورددار فروش آثار هنری ایرانی در حراج کریستی است. 455 تن از فعالان زنان دانشجویی و اجتماعی از قوه قضایی خواستند بهاره هدایت را آزاد کنند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در ده ماه سال 88 بازداشت شد وی در دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ده سال زندان محکوم شده است و اکنون در بند زنان زندان اوین به سر میبرد اما دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی مدعی شد که خانم سکینه محمدی اف شده است این سخنان جواد لاریجانی در حالی است که سکینه محمدی همچنان در زندان به سر میبرد و در هفته گذشته نیز خبری از خودکشی نافرجام وی منتشر شده بود محمد جواد لاریجانی همچنین در سخنانی متفاوت اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان یابد به دنبال گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در یک نشست خبری موازه حقوق بشری ایران را تشریح کرد و به شدت به احمد شهید حمله کرد وی اما در خصوص پرونده سکینه محمدی و سران جنبش سبز اظهارات متفاوتی داشت به گزارش خبرگزاری فارس محمد جواد لاریجانی در این نشست خبری گفت در پرونده سکینه محمدی حدود چهار ماه محور عظیم تهاجم علیه نظام بود این فرد به اعدام محکوم شده بود اما در صحنه بین المللی سر این موضوع قوقایی را بپا کردند وی افسود ما به این موضوعات توجه نکردیم تلاش کردیم رضایت شکات را گرفتیم و وی محکوم به ده سال حبس شد و پس از مدتی به دلیل رفتار خوبی که در زندان داشت مشمول اف شد جواد لاریجانی گفت در مورد این پرونده ما اطلاع رسانی مناسبی نکردیم و همین باعث شد در صحنه بین المللی مطرح شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی گفت ما باید جلوی سوء استفاده دشمنان را بگیریم. اظهارات جواد لاریجانی در خصوص پرونده خانم سکینه محمدی در حالی است که ماه گذشته قلام حسین محسنی اجی سخنگوی قوه قضایی گفته بود که پرونده سکینه محمدی آشتیانی همچنان در مرحله قبلی است و در خصوص این پرونده خبر جدیدی حادث نشده است. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر می برد پیش از این به اتهام زنا به سنگسار و به اتهام همکاری در قتل همسرش به اعدام با دار محکوم شده بود. وی که پیشتر در دو دادگاه به طور جداگانه محاکمه شده بود پس از آن با رضایت اولیای دم در پرونده همکاری در قتل همسرش تنها به ده سال زندان محکوم شد بر اساس اخبار رسانه های ایران خانم محمدی در زندان دست به یک خودکشی نافرجام نیز زده بود محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان دو عزیز و دوستان قدیم اظهار امیدواری کرده که شاهد رفع حسر آنها باشد آقای لاریجانی گفت ای کاش جریان فتنه 88 اتفاق نمیافتاد و ما این دو عزیزیانی یعنی آقای موسوی و کروبی کر را در جمع فعالان سیاسی داشتیم وی افسوده که همه ما دوست داریم همه آزاد باشند و حصر و زندان مطبوع نیست و امیدواریم شاهد رفع حصر پس از به نتیجه رسیدن مقامات قضایی و امنیتی باشیم لاریجانی همچنین اضافه کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضایی تلاش می کند تا مراحل نهایی شدن پرونده موسوی و کروبی کر را تسهیل کند وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی اخیرا اعتراض بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد را موجب شد دبیر کل سازمان ملل اخیرا خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون ایران و دیگر زندانیان عقیدتی کشور شده است اما این سخنان با واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد و از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی او را ابزار دست آمریکا خواند اکنون نیز محمد جواد لاریجانی میگوید که طرح انتقادات داخلی درباره حصر عملی طبیعی است اما دخالت خارجی در این باره بی مورد است میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از سه سال است که در حصر خانگی به سر میبرند و پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی گزارش های از احتمال رفع حصر آنها منتشر شده است این دو رهبر جنبش سبز همچنان بر مواضع سال 1388 خود مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایستاده و اعلام کردند از اقدامات خود توبه نخواهند کرد. وضعیت حسر این دو رهبر جنبش سبز در ماه اخیر نسبت به گذشته مقداری بهبودی یافته است. فشارهای بین و تغییر دولت در ایران می تواند از عوامل بهبود وضعیت موسوی و کروبی در حسر بوده باشد. موضع کم سابقه و مثبت دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره آقایان موسوی و کروبی نیز می تواند در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اتخاذ شده باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در حکمی شرایط نگهداری عبدالله اوجالان بنیانگذار حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را تا سال 2009 غیر انسانی دانست. عبدالله اوجالان در سال 1999 دستگیر و به جرم خیانت زندانی شد و تا سال 2009 در زندانی در جزیره امرالی در انزوای کامل نگهداری می شد. دادگاه اروپای حقوق بشر همچنین محکومیت عبدالله اوجالان را به حبس ابد بدون هر نوع احتمال آزادی نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا خوانده است. وزارت دادگستری ترکیه با رد حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر گفته است از این حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد دادگستری ترکیه همچنین افسوده است که پرونده عبدالله اوجلان بسته شده و برای رسیدگی مجدد مفتوح نخواهد شد فتح الله گلن منتقد مذهبی دولت رجب طیب اردوغان طی مصاحبه‌ای با روزنامه زمان ترکیه گفته است دولت اردوغان حتی از دولت های غیر مذهبی پیشی نیز بدتر است. فتح گلن که طرفداران بسیاری در ترکیه و برخی کشورهای اسلامی دارد، دارای شبکه آموزشی گستردهی در ترکیه بود که در پی بروز اختلاف میان او و دولت آقای اردوغان فعالیت مراکز آموزشی وابسته به او در ترکیه متوقف شده است. میستان بختیاری و جزئیات بیشتر از این خبر. روزنامه زمان چاپ ترکیه که در واقع ارگان مطبوعاتی جنبش خدمت هستش جنبشی که رهبری اون رو آقای فتحالله گلن به داره روز دوشنبه 17 ماش مصاحبه رو با خود آقای گلن انجام داده در مورد شرط کنونی کشور ترکیه به ویژه بعد از وقایع 17 دسامبر و همینطور اختلاف آقای گلن با آقای ارگان در این مصاحبه آقای فتحالله گلن در مورد شرط کنونی کشور ترکیه میگه شرایط در ترکیه به مراتب بدتر از دولت‌های پیشین نظامی و غیر مذهبی استش. در مورد اختلاف خودش هم با آقای میگه همون رفتاری که در های نظامی با ما میشد اکنون با ما میشه مضاف بر اینکه این دولت هم مسلک ما هستش و متاسفانه این موضوع از این بابت برای ما بسیار دردناک‌تر هستش البته آقای گلن اضافه میکنه که ما از این شرایط عبور خواهیم کردش و به زندگی این چنینی عادت داریم همینطور در مورد اختلاف خودش هم با آقای این موضوع رو میگه که درگیری بیشتر موجب دردهای بیشتر میشه بنابراین باید با صبوری این شرایط رو پشت سر بید. بساریم. اشاره آقای گلن به وقایع مشابه این چنینی اشاره به کودتای سال 1980 در ترکیه است که بعد از کودتا دولت به ویژه اعضای جنبش خدمت رو تحت تعقیب و مورد بازداشت قرار داد. البته این موضوع رو هم بگیم آقای ارغون در سفر تبلیغاتی خودش در روز شنبه گذشته در شهر ازمیر بارها به شبکه گلن و نقش اون در های ترکیه اشاره کرد. به نظر میسه همونطور که پیش بینی میشد در آستانه انتخابات محلی اختلاف و جدال لفظی یار دیرینه بالاتر هم بگیره موضوعی که خود آقای گلن چندان بهش اعتقاد نداره و میگه اونقدر که مطبوعات به این موضوع دامن میزنن با مشکل... با دولت ترکیه مشکلاتی مشکلات جدی نداره. یا سال پیش که دولت ترکیه قدرت رو در دست گرفت شبکه گلن با تجربه موقعیتی که داشت از حامیان جدی دولت آقای ارغام بود اما در این سال‌ها به ویژه اختلافات زیادی بین اونها بروز پیدا کرده و همین موضوع باعث دوری اونها از هم شد اما آنچه که اختلاف رو بیش از همیشه دامنزد تعطیلی شبکه گسترده کده های درس ش... آقای گلن در ترکیه از سوی دولت بود که باعث فصل جدیدی از اختلافات میان این دو شده ترکیه تلویزیون ایران فردا یک سایت اینترنتی طرفدار شورشیان چچن از کشته شدن دوکو اومروف رهبر گروهی به نام امارات قفقاز خبر داد به گزارش خبرگزاری فرانسه امارات قفقاز یکی از گروه های اسلامگرای چچن است این سایت در مورد نحوه کشته شدن وی توضیحی نداده است. دوکو اومروف در سال گذشته مسئولیت شماری از سوی قصد مرگبار در روسیه را بر عهده گرفته بود. رئیس امنیت ملی تایلند اعلام کرد که با توجه به کاهش شدت تظاهرات علیه هینگ را نخست وزیر این کشور دولت تصمیم گرفته است وضعیت فوقالعاده در پایتخت و شهرهای اطراف را لغو کند. بر اساس این گزارش مسئولان تجاری و اقتصادی نیز با توجه به تاثیر منفی این شرایط روی وضعیت اقتصادی خواستار لغو این وضعیت شده بودند دولت تایلند 22 ژانویه برای مدت دو ماه در پایتخت و مناطق اطراف آن حالت فوقالعاده اعلام کرد تا به ویژه برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را در تاریخ دوم فوریه تسهیل کند. ارتش اوکراین میگوید یک افسر این کشور در حمله به یک پایگاه نظامی در کریمه کشته شده است که اولین مرگ از زمان تسخیر این شبه جزیره توسط نیروهای وفادار به روسیه است در این حال سران کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در نشست هفته آیندهشان در لاه اقدام روسیه برای ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود را بررسی خواهند کرد در این نشست باراک اوباما نیز حضور خواهد داشت رهبران گروه 7 در واکنش به اقدامات روسیه در کریمه از قبل اعلام کرده بودند که در نشستی که قرار بود تا چند ماه دیگر در بندر سوچی روسیه تحت عنوان گروه 8 برگزار شود شرکت نخواهند کرد. در خبر دیگر مرتبط با اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند انضمام کریمه و سواستوپول را به روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. جیکارنی سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اقدام پوتین را برای زمیمه کردن کریمه به روسیه نمیپذیرد. هرمان ونپوی و خوزه مانوئل باروسو مقام های ارشد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی همه پرسی در کریمه را غیر قانونی خواندند و گفتند الحاق کریمه و سواستوپول به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز که از کشورهای منطقه بالتیک دیدار می کند، در لهستان عمل روسیه را قصب زمین توصیف کرد و افزود که آمریکا به حفظ امنیت متحدانش در سازمان ناتو که هم مرز روسیه هستند متحد است. وزیر خارجه لهستان هم الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرده گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. وزیر خارجه اوکراین هم در این خصوص گفت نه کشورش و نه جامعه بین المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی شناسد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت این خطر وجود دارد که تحریکاتی در دیگر نقاط اوکراین به عمل آید و دستاویز دخالت های نظامی بیشتری شود. ویلیام هیک گفت رئیس جمهوری روسیه راه انزوا را برگزیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر روز گذشته در سخنرانی در پارلمان این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپل به صورت دو واحد جدا به روسیه می پیوندند. پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم های قبل دست به اقدام متقابل خواهد زد و در این حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان روی روی با شرق و غرب نیست بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش های دیگری از اوکراین نیست و نیازی به آن ندارد به دنبال این جملات رئیس جمهوری روسیه ارزش سهام در اروپا بالا رفت و ارزش ین ژاپن پایین آمد پس از سخنرانی طولانی ولادیمیر پوتین وی و رهبران کریمه در محل پارلمان معاهده پیوستن کریمه و سواستوپول به روسیه را امضا کردند معاون اجرایی رئیس جمهور مهلت پر کردن پرسشنامه های خود برای یارانه ها را بیستم فروردین سال آتی اعلام کرد و گفت این مهلت در 29 فروردین 93 به پایان می رسد. قرار است ثبت نام متقاضیان در شهرها از طریق اینترنت و در روستاها با مراجعه به مراکزی چون دفاتر خدمات پست شوراهای اسلامی محلی بخشداریها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی انجام شود دولت حسن روحانی ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را ویژه کسانی اعلام کرده که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند. مسئولان امیدوارند با این روش از شمار یارانه بگیران بکاهند. بعد از تخریب بخشی از گورستان 80 ساله ارامنه آبادان به وسیله فاضلا به شهری این بار روزنامه ایران از تخریب این گورستان به منظور دستبرد و سرقت خبر داده است. به گزارش این روزنامه بررسی های پلیسی نشان داده است دزدان که تصور می کردند مسیحیان و ارامن هنگام خاکسپاری اجساد طلا و اموال قیمتی را در داخل تابوت ها می گذارند تصمیم به تخریب قبرها گرفته که با دیدن معموران با دستان خالی پا به فرار گذاشته بودند به نوشته این روزنامه ماموران در تحقیقات پی بردن سارقان پس از پی بردن به, اش... به اشتباه خود دست به سرقت صلیب های فلزی و تعدادی سنگ قبر گران قیمت زدند نه نفر از مردم اهواز بعد از ظهر روز گذشته در اعتراض به تخریب بنای تاریخی سرای عجم در منطقه بازار عبدالحمید اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند به گزارش فعالان اهوازی سرای عجم یکی از کاخهای شیخ خزال آخرین حاکم عرب استان خوزستان است بر اساس این گزارش معترضان با حمل پلاکارت های اعتراض خود را به تخریب این کاخ تاریخی اعلام کردند. معترضان این اقدامات را بیانگر محو عمدی نشانه های فرهنگی و هویتی عرب های قلمداد قلم داد می کنند. فعالان احوازی رئیس میراث فرهنگی خوزستان را متهم می کنند که در تخریب بنای تاریخی سرای عجم دست داشته است. در چند سال اخیر چندین بنای تاریخی از خزل و فرزندان او در احواز و دیگر شهرهای استان تخریب شده است. صدات مفیدی سخنگوی پیشین انجمن سنفی روزنامه نگاران ایران گفته است این انجمن همچنان منتظر پاسخ مسئولان وزارت کار برای برگزاری مجمع عمومی آن است و هنوز پاسخی دریافت نکرده است خانم مفیدی از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل موافقتش با برگزاری مجمع عمومی این انجمن قدردانی کرده و گفته این گیری وی فشارها و هایی داشته است وی در مورد نامه 1280 روزنامه نگار به رئیس جمهوری و درخواست آنها مبنی بر بسته ماندن انجمن سنفی روزنامه نگاران ایران گفت شبهات زیادی در ارتباط با این نامه وجود دارد دو روز پیش نیز در همین رابطه ماشاءالله شمس گفته بود 90 درصد کسانی که نامه درخواست برای عدم بازگشایی انجمن سنفی روزنامه نگاران را امضا کرده بودند اصلا روزنامه نگار نبودند خبرگزاری های محافظ کار و تندروی ایران از توقیف هفته نهم دی به مدیر مسئولی حمید رسایی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات خبر دادند. رسایی از نزدیکان مصباح یزدی و از نمایندگان مجلس است که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی انتقادهای تندی را متوجه دولت و توافقنامه نامه جنف کردن. به گزارش خبرگزاری ایسنا هفتنامه نامه دی به مدیر مسئولی حمید رسایی با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. برابر این گزارش حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه نوهدهی در این باره نوشته این هفته نامه به دلیل انتقادات از توافق نامه جنف و نحوه برخورد با دانشمندان هستهی توقیف شده است. حمید رسایی از اعضای جبهه پایداری و از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او بود. پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای غربی هفتنامه او در گزارشی با عنوان جام زهر به شدت از توافق هسته ای انتقاد کرد و نوشت نتیجه این مذاکرات و پذیرش توافق نامه عبور از خط قرمز بوده است ما امتیاز دادیم بدون اینکه امتیازی بگیریم در همین راستا فاطمه آلیان نماینده مجلس ایران نیز با انتقاد از توقیف هفتنامه نامه دی گفته اگر سایتی مانند جهان نیوز یا هفته نامه نوهدی از نظر دولت مصادیقی دارند که دلیل محدود کردن آنهاست آنها را به مردم اعلام کنند همکنون چندمین بار است که ظرف کمتر از یک سال دولت به گونه دیگری حرف میزند اما به گونه دیگری عمل می کند غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اما به خبرگزاری ایسنا گفته هیئت نظارت بر مطبوعات تا اینجای کار قانون را رعایت کرده است زیرا چندین بار به این نشریه تذکر داده بود و وقتی دید آنها خود را فراتر از قانون میدانند اقدام به توقیف نشریه نوهدهی کرد این نماینده مجلس اضافه کرده که مخالفت و نقد یک موضوع است و حمله یک سویه و فهاشی کردن مسئله دیگری است بیشتر علی جنتی وزیر ارشاد یکی از تخلفات نشریه نوهدهی را توهین به مسئولان اعلام کرده بود تخلف توهین به مسئولان در پرونده نشریه نه مربوط به انتشار کاریکاتوریست است که در آن وزیر ارشاد دولت روحانی دست در دست شیطان است به گفته وزیر ارشاد در پرونده این نشریه چهار مورد نشر اکازیب هفت مورد سیاه نمایی یک مورد انتشار مطالبی علیه امنیت ملی و یک مورد توهین به مسئولان نظام وجود دارد که طبق قانون مطبوعات باید به توقیف این هفته نامه می انجامید. هفته نامه نوهدهی در حالی توقیف شده است که پیش از این هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف هفته نامه یال سارتال حسین داده بود که با واکنش محافل سیاسی و رسانه محافظ کاران مواجه شد این دو هفته نامه از رسانه های منتقد سیاست های دولت حسن روحانی به شمار می آمدند گفته می شود حکم توقیف سایت محافظ کار جهان نیوز نیز صادر شده و در روزهای آینده به مسئولان این سایت ابلاغ خواهد شد در پایان این بخش خبری توجه شما را به گزارشی از برپایی مراسم چهارشنبه سوری در ترکیه جلب می کنم. درود بر شما چهارشنبه سوری شما خجسته و شاد باشه. احتمالا امشب هر جایی که آتشی برافروخته شده باشه شاید و ای بسا که ایرانیانی هستند که به پاسداشت آین نوروز و چهارشنبه سوری این آتیش رو برافروختند. در اینجا در ترکیه هم منطقه کاباتوکیا هموطنان پناهجوی ما هم امشب این جشن رو برگزار کردن و ما در اینجا آمدیم تا گزارشی برای شما تهیه کنیم با ما همراه باشید کنار این آتیش خوشگل پرفروغمون به همه ایرانیای تمام دنیا تبریک میگم تا شب سوری همتون مبارک با آی مات 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 بشو دلم چی گفته شب تا سحر به کل گفته گل شنوخته Atish, atish, الو, الو. سر کوچه پال گوش میشینن یا بیا یا برو آتیش آتیش الو الو دفتر و رو سر کوچه پال بوش میشینن یا بیا یا برو ای باته 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 دست دلم چی بسته شب و سهر به یادت بل بسته بل شناخته با این گزارش نوروزی به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه هستید دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود شب و روز بر شما خوش